سلام به شما عزیزان در هر کجای ایران که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا لندن نشستید و به شما عزیزان که در دیگر نقاط جهان این برنامه ما رو دنبال میکنید. جمشید چالنگی هستم با پوزش از ادامه اینکه صدای من در اثر سرماخوردگی اگر باعث مزاحمت میشه و از کنم مشکل خواهید بخشید. در این شماره از تفسیر خبر چون شماره های پیشین میپردازیم به مهمترین خبرهای روز در عرصه داخلی و نیز مهمترین خبرهای منطقه و جهان در ارتباط با ایران و مردم ایران. وضعیت اقتصادی ایران چگونه است؟ با رشد منفی بیش از 5%، چرا روز به روز کارگران در ایران بیکار میشوند؟ تعداد بیکاران روز به روز در ایران افزونتر می شود و آنگونه که منابع بیطرف خبر می دهند سرمایه برخی از کارگزاران حکومت در خارج از ایران روز به روز افزونتر. در عرصه منطقی اوضاع سوریه به چه سمتی می رود؟ دولت انگلستان چرا در پی پیوستن به آمریکاست و چرا پارلمان این کشور با نخست وزیر انگلستان برای شرکت در حمله نظامی به سوریه موافقت نکرده و نمی کند؟ سقوط حکومت بشر چه پیامدهایی برای حکومت ایران و آینده این حکومت دارد؟ و در آمریکا آقای جان کری وزیر خارجه این کشور خواستار همکاری جمهوری اسلامی برای بازگرداندن 3 شهروند آمریکایی به آن کشور شد، شهروندانی که گفته می شود در بازداشت جمهوری اسلامی به سر می برند. با من و شما هستند در این برنامه در استودیو آقای رضا حسین بور فعال سیاسی و از طریق اسکایپ با من و شما هستند سرکار خانم شهران تبری روزنامه نگار عضو حزب کارگر انگلستان و عضو پیشین شورای شهر وستمینستر در انگلستان. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگه. خوش اومدید آقای حسین. تشکر میکنم. درود بر شما. آقای حسین، به نظر میرسه گفتهای مسئولان دولت جدید آقای روحانی که اینکه وضعیت اقتصادی رشد منفی بالای 5% از کنم بانک ها خالی است، همش خبرهای از این دست است. این زمینه به نظر میاد داره فراهم میشه که این دولت وارث یک وضعیت ورشکسته است، بنابراین توقع زیادی ازش نباید داشت. خب این صحبت اول برای این هست که ایشون اومدن قولای زیاد دادن به مردم، بعدن هم میخواهند به مردم بگویند که از من انتظار نداشته باشید، انتظاراتو کم بکنند و در ضمن تمام این تقصیرات به گردن احمدی نژاد بیندازند، در حالی که نمره مدیریت نظام از روز اول تا الان حدود 25/100 بوده، یعنی 5/20 کاملا رفوزه و مردود. یعنی چی؟ از کجا میارید این؟ اینا از بانک جهانی و سازمان بین المللی پول غالبا در این زمینه ها راجع به کشورهای مختلف تحقیق میکنه و اونها به این نتیجه رسیدند و در تمام این دوران نمره جمهوری اسلامی هیچ وقت حتی به 30/100 نرسیده، به ندرت گاهگاهی مثلا به 26 یا 27 رسیده. نظام میفرمایید؟ یعنی حکومت یعنی ولی فقیه، رئیس جمهور، همه منظور اینه دیگه. کل نظام، کل رژیم به طور کلی نمره مدیریتش 25/100 بوده.
بنابراین در چنین جریانی اصولاً رشد اقتصادی منفی است. تنها چیزی که رشد و مثبت نگه داشته درآمد نفت بوده، ولی از لحاظ تولید صنعتی، تولید کشاورزی، تولید فکر، تولید سرویس ها، همه اینها کم و بیش در طول این 34 سال منفی یا نزدیک به منفی بوده. و حالا میخواند که همه این تقصیرات رو بندازند به گردن احمدی نژاد و بگویند که تمام این کارها رو ایشون کرده. و خب ما هم میدونیم که احمدی نژاد میگفت که در سال 1,000,000 شغل ایجاد میکنه. حالا آقای روحانی میگه که در هر سال احمدی نژاد موفق شده فقط 14,000 تا شغل ایجاد بکنه. بنابراین کل برنامه و مدیریت جمهوری اسلامی از آغاز تا کنون منفی است و این هرچی هست ثمره کل این 34 سال هست. یعنی فقط به احمدی نژاد مربوط نمیشه، از اساس و از اول اون ادامه دهنده همون کاری است که دیگران کردند، رفسنجانی، بنی سعد، همه اونها. در واقع اون چی که اونها کردند منتج شد به اون چی که احمدی نژاد کرد. و حالا که این نظام یک کسی رو پیدا کرده، یک دولتی رو پیدا کرده که میتونه اونو بین مردم آبروش ببره و تمام تقصیرها رو بگردن اون بیاندازه، حالا میان میگن که دولتی است که این همه اشکالات داره، هیچ کاری نکرده و بانک ها خالی است. ولی بانک ها به دلیل احمدی نژاد خالی نیست، به دلیل سیاست های کلی است که آقای خامنه ای، دولت و نیروهای دیگر برای رژیم برنامه ریزی کردند. خب به اتفاق شما به خانم شهران تبری سلام میگیم. خوش اومدید خانم تبری. سلام به شما و شنوندگانتون، خیلی ممنون. بله و قطعا منظورتون بینندگانمون هم هست، چون صدای ما رو میشنون همیشه. شهران عزیز در زمینهای مختلف روزنامه‌نگاری هستند، در زمینهای مختلف کارهای رادیویی، در رادیو فردا از بنیانگذاران بودند، در زمینهای دیگه، رادیوهای دیگه، رسانه‌های نوشتاری چه فارسی و چه انگلیسی فعالیت‌های گسترده‌ای داشتن و دارن و شرح فعالیت‌هاشون خیلی بیشتر از وقت برنامه ماست. شهران عزیز شما بفرمایید که اومدن آقای حسن روحانی، دولت آقای حسن روحانی ظاهرا یک موجی از خوشبینی در انگلستان به وجود آورد و زمینه ساز این شد که روابط دو طرف که تقریبا به بستن سفارت ها رسیده بود، یک امیدی برای بازگشایی سفارت ها پیش اومد. این تا چه اندازه واقع بینانه است؟ این کاملا واقع بینانه است. دولت انگلیس به تبع میخواد که روابطش رو با ایران عادی بکنه و آمدن آقای روحانی در زمان آقای احمدی نژاد این امکان از طرف اونها بسته شد به یه نوعی، به خاطر اینکه به دفتر به سفارت انگلیس حمله شد در زمان حکومت ایشون و این به معنی حمله به خاک یک کشور دیگه هستش و این موضوعی بود که دیگه نمیتونستن از اون چشم‌پوشی بکنن، علی‌رغم اینکه میخواستن رابطه‌شون رو با ایران حفظ بکنن. ولی الان که آقای روحانی اومده اوضاع به نوعی تغییر کرده و میشه که این امید رو داشت که روابط دو مرتبه برقرار بشه. بودن رابطه به معنی خوب بودن رابطه نیست لزوماً، ولی به معنی این هست که یک دولتی به انزوا کشیده نمیشه و اصولاً سیاست خارجی دولت‌های دموکراتیک به طور کلی و به خصوص انگلیس بر این هستش که دولت‌ها رو حتی امکان منزوی نکنند و از جمله ایران رو. به نظر من زمینه برای باز شدن سفارت‌ها هست، ولی باید گفتگو بشه و بایستی که و قول داده بشه از سوی ایران که چنان حرکت‌هایی که در گذشته شده تکرار نمیشه، چون اگر بشه این بار دیگه برای دولت انگلیس سخت خواهد بود که به مردم خودش پاسخگو باشه که چطور به خاکش حمله کردن و ساکت نشسته. خب این الان یک تسهیلات باز شدن سفارت ها حداقل این هستش که حالا سفارت جمهوری اسلامی در لندن اینجا چه میکنه اون یک بحث دیگه است، اما در ایران سفارت انگلیس حداقل گشایشی است برای کسانی که میخوان ویزا بگیرن بیان
در انگلستان بستگانشون رو ببینن نیست؟ بله، اونم یه مسئله مهمی هستش برای افراد عادی، و مسئله مهمتر از اون این هست که وقتی کشوری روابطش رو قطع میکنه با جامعه جهانی یا با کشورهایی که اهمیت دارن در سطح جامعه جهانی، اون وقت به انزوا کشیده میشه. وقتی به انزوا کشیده بشه، دولتی خواهد شد که گفتگو و تعامل باهاش دشوار خواهد شد، و بعد راه‌های غیر به اصطلاح دیپلماتیک ممکنه برای ارتباط با اون کشور ازش استفاده بشه. این به نفع هیچ کشوری نیست. البته مردم عادی بهره خواهند برد از اینکه سفارتی یک کشوری دایر باشه در اون کشور، برای گرفتن ویزا، برای کارهایی مثل انواع اقسام ویزاها بیشتر هستش روادید. ولی غیر از اون، مسئله مهمتر مسئله روابط سیاسی و دیپلماتیک بین کشور هاست. آقای حسین، با تو چه اندازه به نظر میاد که اعتماد جامعه جهانی، به خصوص که کشورهایی که زیر عنوان 5 به اضافه 1 هستن، اعضای دائمی شورای امنیت به اضافه آلمان، اینها تا چند اندازه اعتمادشون بازسازی شده نسبت به برنامه اتمی جمهوری اسلامی فکر میکنید؟ ببینید، اول سیاست خارجی ایران رو احمدی نژاد تعیین نمیکرد. خودش هم میگوید که متکی اصلا وزیر من نبود. بعدن هم میگه که من اون چه رو که میکردم در رابطه با کشورهای دیگر خود من انجام میدادم، و وزیر خارجه ایران هم به کشورهای دیگر که میرفت اصلا به احمدی نژاد گزارش نمیداد، میرفت مستقیما به آقای خامنه‌ای گزارش میداد. بنابراین سیاست خارجه ایران دست آقای خامنه‌ای بوده و دست ایشون هم خواهد موند. سیاست های هسته‌ای هم دست آقای خامنه‌ای است، دست ایشون خواهد موند. تنها چیزی که تغییر کرده، یک کسی روی کار اومده که از نظر روابط عمومی یک تخصص هایی داره، قبلا با جامعه جهانی کار کرده و میدونه که روحیه اونها چه هست و چگونه با اونها مذاکره بکنه. ولی این که بخواهیم که جامعه جهانی اعتماد جمهوری اسلامی رو به دست بیاره، من فکر نمی کنم که این کار امکان پذیر باشه. ولی به هر حال فشارهایی که کلن در ایران هست و برای جلوگیری از یک انقلاب، از یک نهضت عظیم اجتماعی در ایران، خامنه‌ای مجبور هست که یک مقداری با دیگران مدارا بکنه، با کشورهای خارجی مدارا بکنه، تا شاید اونها هم بتوانند نسبت به جمهوری اسلامی یک کمی کوتاه بیاند و امتیازاتی بدن. یعنی شما منظورتون این بود که اینی که کشورهای 5 به اضافه 1 اعتماد بکنن به جمهوری اسلامی بعیده؟ خیلی بعیده، برای این که اونها میدونند که بارها و بارها با جمهوری اسلامی مصاحبه کردند، با ماموران صحبت کردند، و اونها میدونند که ماموران تصمیمات آقای خامنه ای رو اجرا میکنند، و اونها میدونند که تصمیم نهایی رو آقای خامنه ای میگیره، هیچ ارتباطی به آقای روحانی نداره. اتفاقا چند تا از مطبوعات هم اینا نوشته بودند که سیاست هسته ایران ارتباطی به آقای روحانی نداره، بستگی به نظرات آقای خامنه ای داره، و کشورهای اروپایی 5 به اضافه 1 و بقیه اینها اگر بخواند که امتیازاتی از ایران بگیرند، شاید بتوانند بگیرند، به علت اینکه خود جمهوری اسلامی تحت فشار شدید مردم هست. خانم تبری، این بی‌اعتمادی در هر حدی که هست، آیا در سیاست خارجی انگلیس نسبت به برنامه اتمی ایران با اومدن حسن روحانی تغییری درش ایجاد نشد؟ همچنان بر همون رواله؟ اجازه بدید من اول بگم که من با صحبتی که آقای حسین بر کردن تا یک جاش موافق هستم که تصمیمات رو آقای خامنه ای میگیرن، ولی آقای خامنه ای هم ممکنه که نظرشون و تصمیماتشون بنا به شرایط داخل ایران و بنا به شرایط خارجی تغییر بکنه. این تغییر هست که اهمیت داره. ولی آقای روحانی میبایستی که طرف موافقت آقای خامنه ای قرار می گرفتن برای اینکه رئیس جمهور بشن. بنابراین صرف قبول شدن ایران به عنوان رئیس جمهور، درسته که ایران به مردم ایران بهشون رأی دادن، ولی مردم ایران به یک رأی به اصطلاح بسته ای رأی دادن، به یک افرادی رأی دادن که در اونجا گذاشته شده بوده، به انتخاب شده بوده از قبل. بنابراین این مهم هستش که با آقای روحانی آقای خامنه ای رو آقای روحانی رو قبول کردن. در نتیجه خود این نشانه این میتونه باشه که ایشون میخوان در سیاست هاشون و در کارهایی که تصمیماتی که میگیرن یک تفاوت هایی با زمان
آقای احمدی نژاد داشته باشه. حالا این تفاوت‌ها تا چه حد هست و تا چه حد میتونه اعتماد برانگیز باشه باید دید، ما نمیدونیم. ممکنم هست که واقعا اصلا این حرفی هم که من میزنم تصور باشه فقط و تفاوتی نباشه و ایشون مجبور شدن آقای روحانی رو، ولی ما نمیتونیم به طور قطع این حرف رو بزنیم تا اینکه صبر کنیم ببینیم چه واکنشی نشون داده میشه. اونچه که دولت‌های غربی هم امیدوار هستن این هست که در سیاست ایران به خاطر آمدن آقای روحانی، آقای خامنه‌ای هم سیاستش رو تا حدی تغییر داده باشه و خواهان تعامل و مدارا باشه. آیا این ناشی از خیلی برای عقیده هستم حرف شما رو میزنن، میگن که الان شرایط چنان فشاری آورده که حتی خامنه‌ای ناچار موازهش رو تغییر بده، این حرف مورد تایید شماست؟ موازه اصلیش، موازه اصولیش همونی هست که قبلا نشون داده، منتها هر سیاستمداری بنا به شرایط ممکنه در موازهش تغییرات جزئی بده و این تغییرات جزئی هست که میتونه در اینجا نشون بده که تا چه حد میشه به تعامل نشست. من فکر میکنم که کشورهای غربی به طور کلی بسیار بدبین هستند به اینکه یک تغییر بنیادی در سیاست‌های ایران دیده بشه. منم فکر نمی‌کنم چنین تغییری دیده بشه. اصلا اگر چنین تغییری دیده بشه دیگه جمهوری اسلامی به اون شکلی که می‌شناسیم نخواهد بود. بنابراین کشورهای غربی می‌دونن که این اعتماد در یه حدودی داره. مثلا از این حدود بالاتر. خب اگر همین اوضاع ادامه بده، همین سیاست ادامه بده، یه تغییرات جزئی داده بشه. آقای حسین‌پور، وضعیت اقتصادی ایران، این انزوا روز به روز ایران منزوی تر بشه، وضعیت اقتصادی به چه سمتی خواهد رفت؟ ببینید، چندی پیش تحقیقاتی که شده بود می گفتند که مثلا 40% مردم ایران زیر خط فقر هستند، بعدن گفته شد که 60% زیر خط فقر هستند. در حدود 7-8 ماه پیش رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که فقط 75% مردم ایران نمی توانند کالاهای ضروری رو خریداری بکنند، یعنی عملا زیر فقرند. و چند روز پیش اعلام شد که 80% مردم ایران نمی توانند غذای مناسب برای خودشون تهیه بکنند. یعنی داریم میریم به طرف 9% دیگه، یعنی داریم به اون سو حرکت میکنیم. بنابراین هیچ امیدی وجود نداره که تصور بکنیم که اوضاع و احوال بهتر میشه و مثلا یک چیزی مفهومی به نام اصلاحات وجود داره که این کمک میکنه به بهبود اوضاع و احوال. اینطوری نیست. فشارهایی هم که کشورهای دیگر بر جمهوری اسلامی میارند در واقع حاصل سیاست های خود جمهوری اسلامی هست. بنابراین از یه طرف فقر بیشتر میشه، از یه طرف حال نظام هم دیده که با اون سیاست تند قبلی نمیشود نظام رو نگه داشت. الان اینا خودشون دارن کوتاه میان، یک کسی رو گذاشتند روی ویترین که قابل ملاحظه هست، میشود نگاهش کرد، یه لبخندی بر لب داره، ولی این یک موجودی است که حتی پسر خودش از دست این آقا خودکشی کرد، از پسر آقای روحانی از دستش خودکشی کرد و در یک نوشته‌ای که باقی گذاشت نوشت که من از این که با مردم روبرو بشم به علت ظلم‌ها دروی‌های شما واقعا شرم دارم و نمیتوانم با مردم روبرو بشم. بنابراین ماهیت این شخص این گونه است و ماهیت نظام هم ماهیت درگیری با دیگران هست، مخصوصا کمک به سوریه و این همه کشتارهایی که الان شده. من هیچ فکر نمی کنم که وضعیت ایران با بودن جمهوری اسلامی حتی یک قدم بهتر بشه. خانم تبری، در سیاست خارجی انگلستان جدا از تنشی که در روابط سیاسی با جمهوری اسلامی داره، وضعیت حقوق بشر در ایران یا نقض حقوق بشر در ایران واقعا جایگاهی داره؟ اگر داره از چه درجه اهمیتی برخوردار؟ خب این سوال خیلی مهمی استش و بارها و بارها من از سیاستمدارهای انگلیس این موضوع رو پرسیدم و همیشه جواب اونها این بوده که البته که اهمیت داره، ما یک کشوری هستیم که به مسئله حقوق بشر اهمیت میدیم، ولی این که برای جلوگیری از نقض حقوق بشر تا کجا میتونیم پیش بریم و چه کار میتونیم بکنیم جای صحبت استش.
فرضاً شما نمیتونید از یک کشوری بخواد که برای نقض حقوق بشر در کشور دیگه وارد جنگ بشه با اون کشور. شما الان مسئله سوریه رو نگاه کنید، سوریه حمله شیمیایی کرده به مردم درون خودش، ولی دولت انگلیس، مردم انگلیس به دلیل شرایط خاصی که خودشون دارن که فکر میکنن امکان درگیری دیگری براشون ممکن نیست، حاضر نشدن به این موضوع با این موضوع روبرو بشن. چه چیزی مهمتر از حمله شیمیایی به مردم یک کشور؟ اینم مسئله حقوق بشر هستش. حقوق بشر اهمیت داره تا جایی که دولت انگلیس در صحبتاش فشار میاره و اون رو مطرح میکنه، و ولی کن تعیین کننده به معنای نهایی نیست. اون چه که در مورد رابطه ایران با غرب تعیین کننده است، مسئله برنامه هسته‌ای ایران هست. تا زمانی که این مسئله هسته‌ای حل نشده باشه، به نظر من هیچ چیزی حل نمیشه و ایران وضع اقتصادیش هم خوب نمیشه، چون تحریم ها روز به روز بدتر خواهد. خب ببینید خانم طبری، من یک مثال میذارم. من اینجا مثلا فرض کنیم مرکز اسلامی هست که متعلق به ایران هست، تا اون مراسم مذهبی به روایت حکومت، روزهایی که برای حکومت ایران مهمه، در اونجا جشن گرفته میشه یا مراسم سوگواری هست و همه کارهایی که باید انجام بدن در این زمین ها انجام میده و کارهای دیگه، یعنی کاملا دست جمهوری اسلامی اینجا بازه. چقدر خرج میشه، پشت پردش چه میکنه، اینا مورد بحث من نیست. ولی ابزاری برای رعایت حقوق بشر، یعنی ما حقوق انسانی شهروندان یا ماموران شما رو در لندن در شرایطی تأمین میکنیم و میتونن برخوردار باشن که شما ابتدایی ترین مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر رعایت کنید. خب این نمیشه از این به عنوان یه حربه استفاده کرد؟ خب از این حربه استفاده میشه مرتب، ولی این حربه فقط در سطح گفتگو هستش. یعنی خب انگلیس میگه به ایران مرتب در هر صحبتی، در هر گفتگویی، در هر مراوده‌ای مسئله حقوق بشر هم مطرح میشه، منتها وقتی ایران عمل نمیکنه به این موضوع، چه کاری دیگه براش میمونه که بکنه؟ بستن دفتر فرزن مرکز اسلامی کاری نیست که به نظر من کمک کنه به رعایت حقوق بشر در ایران. اصلا بیشتر ایران رو میتونه جری بکنه و میتونه عصبانی بکنه و بی‌اعتنا بکنه به صحبت‌های کشورهای دیگه. اون چی که اونها میخوان این هست که این بی‌اعتنایی رو تخفیف بدن. بایستی که خواست و پافشاری کرد و سعی کرد که در با گفتگو مسائلی را حل کرد، ولی تهدید کردن فایده نداشته و فایده هم نداره، برای اینکه ضمانت اجرایی براش وجود نداره. نه منظور من تهدید نیست، منظور من اینه که یک پروتکل های آیا وجود نداره که فرض بفرمایید دفتر نماینده، همونطور که سفارت ها بسته میشن دیگه، حالا این مرکز اسلامی به هر عنوانی، مذهبی یا هر نهاد دیگه، من کاری به مرکز ندارم، یعنی بر اساس یه پروتکل های یه چیزی داده میشه، یه چیزی گرفته میشه. تنها موردی که میتونن از این حرف استفاده بکنن این هست که مرکز اسلامی، از طریق مرکز اسلامی دست به اعمالی زده بشه که اون اعمال غیر قانونیه، مگر اینکه فرضاً ثابت بشه که جمهوری اسلامی از این مرکز برای مثلا پول دادن به تروریسم یا برای یک حرکت خرابکارانه یا غیره استفاده کرده. در غیر اون صورت عملش غیر قانونیه، حضورش قانونیه و عملش قانونیه و نمیتونن کاری بکنن. نه بله. خب آقای حسین‌پور، واقعا در سیاست کشورهای غربی نسبت به ایران ما میبینیم که حقوق بشر جای عمده‌ای نداره. وضعیت حقوق بشر در ایران، نقض حقوق بشر در ایران، چرا؟ در ایران جمهوری اسلامی خواسته که مسئله هسته‌ای رو تبدیل به مسئله اصلی در رابطه با کشورهای خارجی بکنه، دقیقاً برای اینکه مسائل حقوق بشر مسئله اصلی نشه. و این رو بارها ما دیدیم و خود جمهوری اسلامی هم گفته است که ما باید مسئله هسته‌ای رو همیشه در بالا قرار بدیم، همیشه تند و تیز نگهش بداریم، گرم نگهش بداریم، تا
اینکه حواس جامعه بین المللی از حقوق بشر برده بشه به طرف نیروهای نیروی هسته‌ای. بنابراین این یک تاکتیک جمهوری اسلامی هست و کشورهای غربی هم عملا در این تله گیر کردند و در این تله افتادند. و از یک طرف دیگر هم این هست که آیا حقوق بشر واقعا نقض حقوق بشر تا کجا قابل تحمل هست و تا کجا می شود اون را نادیده گرفت؟ ما الان همین حالتی که در سوریه وجود داره در عمل می بینیم که خب دولت پیشنهاد کرد که با امریکایی‌ها و دیگران به سوریه حمله بکنه، ولی حزب کارگر که همیشه یک نوع گرایش های چپگرایانه که البته داره و همیشه یک نوع همدردی هم با جمهوری اسلامی داشته با سوریه و با تمام کسانی که نیروهای چپ رو تشکیل میدهند، عملا جلو این کار رو گرفتند. حالا میماند این که واقعا در ایران مثلا هزاران نفر کشته بشه، اونا حرفی نمیزنن. 1500 نفر در اثر بمب شیمیایی کشته شد، آیا اینا سکوت میکنند؟ اگر سکوت بکنند اون وقت یک مسئله دیگری برایشون پیش میاد که آیا واقعا غرب، امریکا که باعث بسیار از نابسامانی های خاورمیانه هست، برای اینکه اینا بودند رفتند امپراتوری عثمانی رو شکستند، 30-40 تا کشور از عثمانی در آوردند، همین سوریه و عراق و غیره، نه انگلیس و سوریه، فرانسه، در واقع اینا صاحبان خاورمیانه شدند بعد از عثمانی و اونها بودند که مرزها رو کشیدند و بسیاری از نابسامانی هایی که امروز در دنیای خاورمیانه وجود داره و بسیاری از کشورها حاصل اون سیاست های کلونیالیستی هست، استعماری. بنابراین این دولت ها اولا موظف هستند که راجع به گذشته خودشون یه مقداری کار بکنند و اشتباهاتی رو که کردند به صورتی رفع بکنند، نه اینکه همون اشتباهات رو ادامه بدند. بنابراین من فکر میکنم که، ولی به هر حال فشارهایی رو که تا به حال آوردند روی جمهوری اسلامی حاصلش همین هست که وضع هر روز بدتر میشود، چه از نظر سیاسی، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر اجتماعی. و من فکر میکنم تا مدتی نه چندان دور خواهیم دید که جمهوری اسلامی دچار مشکلات عمده خواهد شد. خانم طبری، کتاب فرمانده حزب شما رو متهم میکنن به این که یه جور مماشات میکنید با من کاملا با این صحبت مخالف هستم، با صحبت آقای حسین بور. برای اینکه اولا من اصلا با این فلسفه که مشکلات کشورهای خاورمیانه گردن کشورهای غرب یا استعمار یا غیره هست به هیچ وجه موافق نیستم. اون مشکلات خودشون رو داشتن، ولی این کشورها اگر اون هم نمی بود، کشتار و نقض حقوق بشر در قبل از این بسیار به مراتب بیشتر از اینها بود. الان همین الان در خود سوریه کسانی که همدیگر میکنن ربطی به کسی دیگه ای نداره، برای همین هم است که آمریکا اصلا دخالت نمیکنه. جنگ مذهبی، مسلمون رو داره میکشه در عراق. مسلمون خانم طبری بفرمایید. بله. من یه توضیح به شما بدم، من اینجا یه مشکل فنی داریم و هنوز متوجه نشدیم چیه. من وقتی اسم مهمان میبرم دوباره وضع ارتباطی صوتی خوب میشه، اینم از کرامات صدای ما لور هست. بفرمایید. بسیار خوب، خواهش میکنم. نه، من معتقدم که مشکلات هر جامعه‌ای، هر آدمی مشکلات خودش هست، و تا زمانی که قبول نکنه و مسئولیت نپذیره که مشکلات ناشی از خودش هست و بخواد دیگران رو متهم بکنه به اینکه اون مشکلاتو برای اون زاییدن، هرگز مشکلاتش حل نمیشه. به این یه مسئله. مسئله دوم این هست که مسئله حقوق بشر مسئله‌ای نیست که دولتی به خاطر اون بره به جنگ بکنه به کشور دیگه‌ای. فشار میاره، حرف میزنه، هر دفعه در صحبت‌ها مطرح میکنه این رو، تمام شواهد و قرائنم چنین نشون میده، ولی اون دولت باید عمل بکنه. اگر حرفا ضمانت اجرایی نداشته باشه، که در بسیاری موارد نمیتونه داشته باشه، در برخی موارد هم میتونه، تحریم‌ها یک نوع ضمانت اجرایی هم هست. ولی یک پاسخ دیگه به اون سوال بدم در مورد حزب ما و چپ. این اشتباه بزرگی ان شاءالله در روزهای آینده در انگلیس هم روشن خواهد شد. منم خود دربارش خواهم نوشت که شکست طرح آقای دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در پارلمان مجلس به خاطر حزب کارگر نبود، به خاطر حزب خودش بود. 30 خورده نفر از درون حزب خودش به
به این طرح او رأی مخالف دادن. میدونینم چرا رأی مخالف دادن؟ برای اینکه اونها میگن رفتن به سوریه چه نفعی برای ما داره؟ چه حاصلی داشت در این وضعیتی که خودمون وضعیت اقتصادی دشواری داریم بریم خرج کنیم در یک کشور دیگه ای که تازه بعدم بیان به ما فحش بدن بگن که شماها اومدین باعث شدین از این حمایت کردین یا اون حمایت کردین؟ هر کاری غرب بکنه بالاخره در هر فراغ نگاه بکنید بالاخره فحش خواهد خورد و محکوم خواهد شد. بنابراین وفاق عمومی در جامعه انگلیس بر این هستش که این کشورها موظفن مسائل خودشون رو بین خودشون و با دخالت ما کار رو بدتر کرد. بله بسیار خوب. آقای حسین بود کاملا با شما مخالف هستم. خانم تبری شنیدید دلایلشو؟ بله و من هم با آن چیشون گفتند کاملا مخالف هستم، برای اینکه اولا به خاطر حقوق بشر بود که اروپایی ها در لیبی دخالت کردند، این که زمان زیادی که ازش نمیگذره. به محض اینکه قذافی شروع کرد به سرکوب کردن مخالفان، تمام دنیای غرب با هم متحد شدند علیه قذافی. همین دنیای غرب بود که با در یوگسلاوی به خاطر حقوق بشر دخالت کرد. همین غرب بود که به حسنی مبارک اعلام کردند که باید بره. همینطور در تونس گرچه کار به دخالت نکشید ولی اعلام کردند که اون باید بره. بنابر این زمینهایی که باید دخالت بکنند وجود داره، چون همین چند یک سال پیش دخالت کردند در لیبی و چند سال پیش در یوگسلاوی. اون چی هست اینه که آیا واقعا به خاطر انسان می شود کاری کرد یا فقط به خاطر نفت هست که این دخالت ها می شود؟ و این جنبه اخلاقی سیاست های کشورهای غربی تا چه اندازه می تواند جنبه های مالی رو تحت شعاع قرار بده؟ بنابراین من همچنان فکر می کنم که حزب کارگر به دلیل تمایلات چپگرایانه و همدردی که همیشه با کشورها و ممالکی نظامهای چپگرایانه داشته رای ندادند دیشب، و خب دلایلی رو هم آوردند. بعضی از من با دقت این دلایل حزب کارگر رو گوش کردم، بعضی دلایلشون درست بود، بعضی از دلایلشون کاملا نادرست بود. وقتی که در یک مورد 1500 نفر جلوی شما دارن دست پا میزنند و دارن میمیرند، اونها دیگه چه دلیلی میخواند که بگن ما نمیخواهیم که دخالت بکنیم یا اینکه اسناد کافی وجود نداره؟ نه، اسناد کافی وجود داشت، همه چیز وجود داره، ولی این تمایلات عقیدتی بود که موجب شد طرح کامرون شکست بخوره. گفتن که حزب خودش باعث شد نه حزب کارگر. خانم تبری، خب همه اعضای حزب محافظه‌کار هم که مثل هم نیستن، درست، و اونها هم بسیار از احزاب اروپایی تقریبا مثل ائتلاف های بزرگ هستند، از گروه های مختلف از افکار مختلف تشکیل میشن. بفرمایید خانم تبری، در مصر در لیبی دو نمونه رو ایشون اشاره کردن که مسئله نقض حقوق اون ملت ها توسط حاکمان به خصوص در لیبی به دخالت نظامی غرب و سرنگونی قذافی انجام میده. خیلی فرق میکنه لیبی و مصر، شرایطش بسیار با سوریه متفاوته. در سوریه اولا بعد از عراق هستش، عده زیادی از القاعده رفتن به سوریه. شما میخواهید آقای من هیچ گونه قرابتی بین من یا حزب من با آقای حافظ اسد نیستش. حافظ اسد یک دیکتاتور بسیار بسیار منفور از نظر یک آدمی که به حقوق بشر معتقد هستش هست. ولی اجازه بدین اینطور به مسئله رو تر بکنیم، آقای حافظ اسد رو برداریم، کی جاش میخواد بشینه؟ نه اجازه بدین خانم تبری، من سوال ایشون رو مطرح کنم. پس شما با اصل قضیه که در لیبی به خاطر نقض حقوق بشر بود و گسترش این بود که دخالت کردن، حرف ایشون رو قبول دارین؟ این حرف رو نه 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 قبول ندارم. در آخه مسئله یک تک محوری نیست. مسئله اینه که یک سری مجموعه عواملی دست به دست هم میدن و یک صورت مسئله رو مقبول میکنن و یک صورت مسئله دیگر رو مجهول میکنن. این صورت مسئله لیبی
صورت مسئله بسیار معلومی بود. جامعه عرب، تمام کشورهای عربی، روسیه، چین، همه مخالف قذافی بودند. بنابراین رفتن به برداشتن قذافی کمک میکرد به ایجاد صلح و جامعه جهانی، اگرچه که باز هم لیبی هم با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستش و غرب دائما پشت دست خودش میزنه در این که در خاورمیانه بیاد کاری برای کسی بکنه. برای اینکه یک کار میکنه یک کار دیگه خراب میشه. در سوریه مسئله بسیار بسیار پیچیده و بغرنج هستش. شما میخواید حافظ اسد رو بردارید؟ بسیار خوب، بشار اسد بذارید جاش. چی میخواید که سر زنها رو میخواد رو سری بکنه؟ صدای شما خانم طبری بفرمایید. مسیحی ها رو داره میکشه، به مردم میگه که شما صداتون در نمیاد، نمیتونین در، اصلا همینطوری داره. شما فیلم های اونا رو هم نگاه بکنین، همین زنای کرد رو تمام بهشون تجاوز کردن، مرداشون رو کشتن، بچه ها رو کشتن. اسد رو میخواید بردارید کیو بذارید؟ بد و با بدتر نمیشه جانشین کرد. بدبختی سوریه در این استش که آلترناتیو، بدیل مناسبی در اونجا وجود نداره که بخواد غرب بره. با این آیا مانع این هستش؟ مگر میگن بدیل مناسبی وجود نداره؟ آیا واقعا در سوریه امکان این که بعد از اسد القاعده به قدرت برسه وجود داره؟ اصلا چون این امکانی وجود نداره. اجازه بدید میخوام تبری ایشون. آره، اصلا چون این امکانی وجود نداره. ببینید گروه های افراطی در تمام نهضت ها معمولا به وجود میاند و تأخیر در دخالت در سوریه اصلا موجب میشه که این گروه های افراطی کم کم بیاند، جان بگیرند، شکل بگیرند و متشکل بشند. بنابراین یکی از دلایلی که امروز ما میبینیم که در سوریه این گروه های افراطی وجود دارند دقیقا تأخیر کشورهای غرب در دخالت های قبل که زودتر میبایستی دخالت میکردن، چون این چهاردهمین باریست که بشار اسد از سلاح شیمیایی استفاده میکنه، چهاردهمین بار. ولی نیروهای آزاد خواه دموکرات همچنان نیروهای غالب هستند، اکثریت نیروها را تشکیل میدند و هیچ مشکلی در این که ما ببینیم در آینده چی گروه روی کار خواهد آمد وجود نداره. نیروهای دموکرات و لیبرال بسیار بسیار زیادند، در کنارشون هم نیروهای دیگر وجود دارند. تنها مسئله ای رو که الان هست اینه که آیا غرب میخواد که بعد از رفتن بشار اسد در اونجا نیروهای دموکرات و آزادی خواه رو کار بیارند و یا اینکه یک گروه هایی که واقعا ایجاد دردسر میکنند. بنابراین اون گروه های افراطی رو الان دارند بهانه قرار میدن برای اینکه این کشتارها ادامه پیدا بکنه و این بمب های شیمیایی همچنان در آینده ازشون استفاده بشه و نتیجهش بدتر شدن اوضاع در روز به روزه. یعنی اگر تا به حال 100,000 نفر 150,000 نفر در سوریه کشته شده، اگر هرچه زودتر دخالت نشه اولا باعث میشه که این کشور به طور کامل خراب بشه و بعدن هم گروه های افراطی کم کم شکل بگیرن. چه سودی داره برای غرب اگه اینطور بشه؟ اولا غرب تا به حال همیشه صحبت از یک سری اصول و ارزش ها برای خودش کرده. میگویند که ما معتقد به دموکراسی هستیم، اصول آزادی و حقوق بشر رو اونها اختراع کردند، اونها به وجود آوردند، اونها بردند در سازمان ملل و در سازمان ملل هم در بسیاری از کنوانسیون ها این واقعیت دارد که باید کشورهای دیگر در یک کشور دیگر مداخله بکنند هرگاه که حقوق بشر به طور کلی در اونجا زیر سوال قرار بگیره، هر جا که جنایت علیه بشریت انجام بشه و حق دخالت انسانی وجود داره. بنابراین چیزهای بسیار زیادی وجود داره از نظر سازمان ملل و حقوق بین الملل که این کشورها رو در شرایطی قرار میده که بروند و دخالت بکنند و اگر دخالت نکنند اتفاقا باید به دنیا نشان بدهند که چرا شما این ارزش ها رو خودتون پدید آوردید، این قوانین رو خودتون درست کردید ولی گذاشتید که این قتل عام در سوریه انجام بشه. باز هم خانم طبری، من پرسش من اینه چه خاورمیانه ای به سود غربه؟
یعنی خاورمیانه‌ای که اجازه بدید آقای چلنگی من اولا یک نکته همین الان توی خط خبر من اومده که آقای میلیباند رهبر حزب کارگر که ایشون متهمشون کردن به این که به چپگرایی و حمایت از کسایی مثل حافظ اسد گفته که علارغم رأی مجلس از دولت میخواد که دستش رو از سوریه نشوه و سوریه رو مسئله سوریه رو نادیده نگیره. بله این خبرش رفته الان. خب بفرمایید شما چه خاورمیانه‌ای به سود غرب؟ بله من با اون خیلی به سود غرب مجموعاً من کشورهای اروپایی آمریکا کانادا خاورمیانه‌ای به سود کشورهای تمام جامعه جهانی هست، البته منهای کشورهای به سود جوامع دموکراتیک هست که خاورمیانه‌ای باشه دموکراتیک متکی به مردمش و با صحبت خانم تبری صدای شما خراب شد. بله ببخشید. هیچ جامعه ای من دارم میگم برای غرب بهترین خاورمیانه خاورمیانه ای است که در آن ثبات وجود داشته باشه و هیچ کشوری نمیتونه دارای ثبات سیاسی باشه مگر اینکه متکی به اراده و رأی و خواست مردمش باشه. این حرفا به نظر بدیهی میرسه ولی واقعیت داره. مردم خاورمیانه باید طی تجربه بیاموزند که چگونه به مردم خودشون رهبری کنن، حکومت کنن، سرکوب نکنن و حقوق بشر رو رعایت کنن. این برای غرب بهترین شرایط خواهد. خب چرا در همینجا پرسش همینجا اینه که چرا پس غرب از حرکت‌های دموکراتیک و دموکراسی خواهی عرض کنم خدمتون مردم در منطقه اون حمایتی رو که لازم است انجام نمیده و مثلا گاه دیده میشه از سازمان ها و نهادهای حمایت میکنن که واقعا ضد دموکراسی هستن، مثل حمایت آمریکا از اخوان المسلمین که الان دیگه کاملا آشکار. نه من موافق نیستم با این حرف شما ابدا. من فکر نمی کنم اولا که ما باید یه خط و فاصله بکشیم به قبل از جنگ سرد و بعد از جنگ سرد. این صحبتی که من میکنم بعد از جنگ سرد بسیار معنی داره، یعنی سیاست غرب بعد از جنگ سرد این هستش. قبل از جنگ سرد هم ترس و نگرانی از این بود که چون این کشورهایی که غیر دموکراتیک هستن تجربه دموکراتیک ندارن، اگر که اون دیکتاتور از بین بره، اون قدرت از بین بره، نیروهای طرفدار شوروی قدرت رو به دست خواهند گرفت و دموکراسی رو برای همیشه یا تا مدت‌های زیادی از بین خواهند برد. حالا اون بحث قدیمی هستش، به امروز بپردازیم. اینکه آمریکا همین نکته شما رو بپردازیم، اینکه آمریکا از اخوان المسلمین حمایت کرد برای اینکه مردم انتخابش کردند، برای اینکه اتفاقا احترام گذاشت به رأی که از توی نه ببینید بحث الان شهرانجا خیلی دور می‌ریم، یعنی برای اینکه حمایت آمریکا، تماس‌های آمریکا با اخوان المسلمین پیش از انتخابات هست، اسنادش منتشر شده. خانم آن پاترسون برای گزارش هایی که به واشنگتن داده به عنوان بله بفرمایید بدیل موجود بود، تنها بدیل قابل اتکای موجود بود. بنابراین غرب اگر من وارد نمیخوام بحث دو نفره منو تو منو شما بشه شهران عزیز به اعتبار دوستی من تو خطاب میکنم خانم تبری رو، آیا اگر برسه غرب به جایی که بدیل هر حکومتی که سر کاره یک سازمان غیر دموکراتیک، یک سازمان عرض کنم خدمتون مثل طالبان هست، صرف بدیل بودنش باعث میشه حمایت کنه؟ نه اینطور نیست. صرف بدیل اگر طالبان بدیل باشه از طالبان حمایت نمی کنه. مسئله سر اخوان المسلمین بسیار متفاوت هستش. اخوان المسلمین حتی قبل از اینم که از صندوق رای نام بیرون بیاد معلوم بود که حزب دیگری در مصر وجود نداشت، گروه دیگری که بتونه در برابر مبارک بیسته وجود نداشتش. بنابراین اخوان المسلمین در بین اون چه که بود معقول ترین به نظر می آمد. مسئله سر این نیست. شما میدونید آقای بوریس جانسون یه مقاله خیلی خوبی نوشت کشورهای خاورمیانه به خصوص ایران فکر میکنن که انگلیس یا مثلا غرب چه قدرت عظیمی دارن. این هم یکی از اشکالای ماست که فکر میکنیم همه زندگی ما دست اینهاست. اینطور نیست. این خودش کمک میکنه به اینکه ما هیچ وقت خانم تبری بفهم من اینو استدلال کاملا مخالف هستم. مسئله استدلال نیست خانم تبری، من بس رو هدایت میکنم بین شما و آقای حسین پور عزیز. مسئله
این نکته نیست که غرب داره توانش و دخالت همه چیز به اون بستگی داره. مسئله این هستش که آمریکا بر اساس اطلاعات منتشر شده 250 میلیون دلار در اختیار NGO‌های قرار داد که در به وجود آوردن جنبشی که در مصر بود، به هر حال جنبش دموکراسی خواهی مؤثر بوده، هدف حتما دموکراسی بوده، به کجا انجام این سر از کجا در اومد. این موضوعی است که مورد بحث است همین الان در میون محافل و مجامع و مطبوعات خود آمریکا. کار به کجا رسید در مصر؟ چرا باید از سازمانی، ولو اینکه تنها سازمان هست، ولو مغایر حتی قانون اساسی آمریکا که دین رو از دولت و حکومت جدا میدونه، از یک سازمان دینی که در منشورش اعلام کرده قصدش در نهایت برقراری حکومت دینی هست در مصر، باید حمایت کرد؟ اینا موضوع بحث‌های دیگه است که امیدواریم در برنامه‌های آینده بهش بپردازیم. تا لحظاتی دیگه با شما عزیزان خواهیم. آقای حسین بوره عزیز، صحبت کردن خانم طبری، شما خاورمیانه دموکراتیک، ایران، حکومت ایران، نظام ایران باید به چه سمتی بره که هم به سود مردم ایران باشه، هم به سود مردم منطقه، هم ایران جایگاه خودشو در عرصه بین المللی به دست بیاره؟ 34 سال ثابت کرده است که این نظام به سوی نخواهد رفت که برای مردم ایران آزادی یا آبادی بیاره. بنابراین برای مردم ایران یک راه باقی مونده و اون هم تغییر کامل این رژیم هست، و بعد از تغییر کامل این رژیم هست که می شود در ایران یک نظام جدیدی رو پدید آورد که بر اساس حقوق بشر باشه، دموکراتیک باشه، سکولار باشه و به سوی آزادی حرکت بکنه. و مخالفین جمهوری اسلامی، مردم ایران این رو هم به خوبی می دانند و بیش از همه خود آقای خامنه ای می دانه که رژیم داره به سوی قهقرا و به سوی انقراض پیش میره. بنابراین با جمهوری اسلامی امکان این که ایران دموکراتیک بشود و آبادتر بشود وجود ندارد. ولی در کل خاورمیانه باز با وجود جمهوری اسلامی که کمک میکنه به کشورهایی مثل سوریه، خود به خود قطب بندی پیش میاد و این قطب بندی ها موجب میشود که دموکراسی جاش تنگتر بشه و خاورمیانه بیشتر به سوی دیکتاتوری پیش بره. بنابراین ریشه بسیاری از سرکوب ها، بسیاری از سختگیری ها، تبعیض ها در رژیم جمهوری اسلامی و در رژیم حافظ اسد هست. بقیه کشورهای خاورمیانه کم و بیش دارند لنگ لنگان به سوی، بعضیشون به سوی آبادی فوق‌العاده زیاد رفتند، مثل کشورهای حوزه خلیج فارس، عربستان سعودی. از نظر سیاسی هم دارند لنگ لنگان به سوی هدفهای مشخصی میرند. در مصر هم که شما بحثشو کردید، یک شرایطی پیش آمد که اخوان المسلمین تحمل و مدارا رو نداشت که با دیگران کار بکنه. ببینید یک کشور مثل یک شرکت سهامی است، همه در اون سهم دارند. ایشون اومده بود و میخواست که بقیه رو حذف بکنه و کل قدرت رو در اختیار خودش بگیره. خب این برای مردم مصر قابل قبول نبود و ناگزیر همین شرایط پیش اومد. و این هم که پیش آمد نتوانست اون بالانس رو حفظ بکنه که باز به هر حال اخوان المسلمین در اونجا هستند و وجود دارند. اینها رو باید هم یک سهمی داد. این هم متاسفانه اون مشارکت، روحیه مشارکت که راز دموکراسی هست و راز ثبات و امنیت هست، در خاورمیانه مشاهده نمیشه. و این همین انحصارگری در ایران هم هست که چون مشارکت مردم وجود نداره. چه باید بکنی؟ همین مسئله. چه جور؟ به چه شه؟ به این صورت که اولین حرف اینه که مخالفان یک نظام یا مردم یک نظام یا رهبران یک نظام، یا مثلا الان مایی که در خارج از ایران هستیم به عنوان مخالفان جمهوری اسلامی، بتوانیم یک بینش مشارکتی بر اساس اصل این که هر ایرانی یک سهمی داره در مملکت خودش، هر
استان یک سهمی داره، هر گروهی و هر طبقه یک سهمی داره، بر چنین اساسی ما یه بینش تهیه بکنیم و بعدن همه هم توافق بکنیم که تمام گروه ها و تمام مردم ایران در ایران سهمی دارند و این رو باید به طور مشارکتی در ایران اجرا بکنند و در ایران و در کشورهای دیگر هم. ببینید در مصر اون شرایط پیش اومد برای اینکه بینش اصلی به سوی دموکراسی وجود نداشت، رهبری که وجود نداشت، رهبری بسیار جمعی بود، بسیار پراکنده بود و تغییر رو ایجاد کرد اما هدف تغییر رو ایجاد نکرده بود. اینجا مهم هست که در هر کشوری ما باید هدفهای تغییر رو کاملا روشن بیان بکنیم به صورتی که تمام مردم. هدف شما چیه؟ هدف من ایجاد یک نظامی است در ایران که 3 تا اصل داشته باشه، 4 تا در واقع: حقوق بشر به طور کلی و کلی کنوانسیون های سازمان ملل، دموکراسی فدرال برای اینکه قدرت تقسیم بشه و تبدیل به یک نظام متمرکز دیکتاتور نشه، و سکولار که دین از شر آخوندها رها بشه. سکولار که خیلی استفاده میشه اون جدایی دین از حکومت هست. سرکار خانم توری گرامی، شما به اعتبار یک روزنامه‌نگاری که چندین دهه هست به طور دقیق اوضاع ایران، منطقه و اروپا رو زیر نظر دارید، راه و روش حکومت ها رو مقایسه میکنید، ایران باید به چه سمتی بره؟ حکومت ایران که هم به سود مردم ایران باشه از نظر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، هرچی، و هم در منطقه و هم جایگاه خودش رو در عرصه بین المللی داشته باشه. من تمام با تمام صحبتهایی که آقای حسین بر کردن، مواردی که در این مورد گذاشتن، موافق هستم. اینها حرفایی هستش که تقریبا در مجامع سیاسی ایران کم و بیش روش یک توافقی وجود داره. در داخل حکومت ایران توافق بر سر این موضوع وجود نداره و حکومت قدرت در دست اونها هستش. اینی که ما بیایم بشینیم بگیم که بله خیلی خوبه، خیلی عالیه اگر عمل هم بکنیم، حالا بعضی وقتا عمل هم به همین موارد نمیشه در بین نیروهای اپوزیسیون ایران، ولی اگر بگیم که نیروهای اپوزیسیون همه، اپوزیسیون ایران همه به این درجه از بلوغ رسیدن که حکومت رو یک شرکت سهامی میدونن با مشارکت تمام گروه ها و نهله های فکری بدون هیچ اما اگر و خواهان جدایی دین از حکومت هستند، بسیار خوب. ولی دولت اینطور نیستش. دولت ایران دولت جمهوری اسلامیه. حالا چطور میشه از این دولت به دولتی عبور کرد که بتونه همونطور که آقای حسین بر گفتن اون شرایط رو داشته باشه که همه ما باهاش موافق هستیم؟ اونجاست که بر سر مسئله اختلاف بیاد. 35 ساله که بسیاری از کسانی که همین حرفا رو میزنن نتونستن راه حلی ارائه بدن برای اینکه ببینید پرسش این نیست، پرسش من مشرف به اقدامات اپوزیسیون نیست. ببینید در اول بحث اشاره شد که وضعیت جهانی ممکنه باعث بشه آقای خامنه ای تغییراتی در برخی از مواضعش بده. بیننده ما ناظر هست، بیننده ما آنچه رو که میبینه حکومتیست که بر سر کار رفتار این حکومت پیامداش هم متوجه سفره مردم میشه نهایتاً. چیز راهی اگر حکومتی در ایران بره این مشکلات نخواهد داشت. حرف ما این نیستش که اپوزیسیون چه راهی بره. حکومتی که در ایران هست، حکومتی که در ایران که... بله بفرمایید. راهی که میتونه، تنها راهی که میتونه بره این هست که همون راه دموکراتیک هستش که به تمام نیروهایی که در درون ایران هستند، در بین مردم نمایندگی دارن، طرز فکر مردم رو نمایندگی میکنن، به همه نیروها اجازه مشارکت در مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی داده بشه و یک حکومت دموکراتیک داشته باشه. مسئله خیلی این در گفتن، در حرف بسیار مسئله ساده‌ای به نظر میرسه، ولی در عمل چطور انجام خواهد شده که مسئله اساسی و مهم هستش. ما اونو باید بهش توجه بکنیم. مسلمه که از هر کسی شما امروز بپرسید که چه حکومتی حکومت ایدئال هست، جمهوری اسلامی چیکار باید بکنه، جمهوری اسلامی اجازه باید بده که تمام مردم متفاوت ایران
حزب خودشون رو داشته باشن، راه خودشون رو برن، خواست خودشون رو عملی بکنن، شرکت خودشون رو درست بکنن، بدون اینکه سپاه بیاد بگه که شما باید به من سهم بدین یا اون یکی باید بیاد بگه که باید این شرکت رو به من بفروشین. تمام چیزهایی که در یه جامعه دموکراتیک رعایت میشه، این راه حل ایرانه. ولی چگونه این راه حل به دست بیاد؟ اون مسئله اساسی. این سوال به نفع دیگه هم میتونه مطرح بشه شهران عزیز، اینکه راهی که حکومت ایران داره میره در حال حاضر، مسئله اتمیش، وضعیت بی برنامگی اقتصادیش، تقریبا رشد منفی بالای 5%، این راه ایران رو داره به کجا میبره؟ این راه ایران رو به بالاخره در یک جایی، در یک مقطعی که ما نمیدونیم کی هستش و چگونه هستش، برای اینکه خانم تبری بفرمایید، بله، برای اینکه کار دخالت نداریم در اون، برای اینکه نیستیم درش، از بیرون گود نشستیم و حرف میزنیم. تنها راهی که میتونه این اتفاقی که راجبش صحبت میکنیم، این تغییری که در جامعه ایران صحبت میکنیم بیفته، این هست که شرایطی آماده باشه، وضعیتی به وجود بیاد که نمیتونه از الان تمام جوانبش رو پیش بینی کرد، که این حکومت مجبور بشه یا برکنار بشه یا به زور برکنار بشه. البته یک مسئله که از اول انقلاب وجود داشته، ما اشتباهی که در اول انقلاب شد اینه که اول منار رو دزدیدیم بعد خواستیم چاهو بکنیم. الان هم اگر بخوایم که منار رو بدزدیم بعد بخوایم چاهو بکنیم، باز هم از جمهوری اسلامی به چیز دیگه ای خواهیم رفت که باید تو سرمون بزنیم. من فکر میکنم که تا راه و چاه پیدا نشه، ما نمیتونیم که به طور قطع بگیم که چه راهی میتونه ما رو به سرانجام مقصود برسونه، به اون چیزی که آقای حسین هم برد بشه. خانم تبری، بله، در اون مورد با هم توافق داریم. برای اینکه به اونجا برسیم به نظر من راه طولانی هستش. ولی یک نکته دیگر رو هم بگم و اون این هست که از داخل نظام کسانی میتونن بلند بشن که با این نظام مخالف باشن، همونطور که آقای حسین بور اشاره کردن. حالا من نمیدونم این داستان فرزند آقای روحانی که ایشون خودکشی کردن به چه دلیل بوده، ولی بسیاری از فرزندان کسانی که در این حکومت هستند از وضعیت این حکومت راضی نیستند، برای اینکه جوانهای امروز و نیروی جوان امروز بسیار متفاوته با زمانی که ما جوان بودیم. آگاهی داره، همه چیز رو میدونه، اینترنت و همه اطلاعات. این جوانها ممکنه که بتونن یک نیروی تغییر دهنده از درون جامعه ایران باشن، ولی من زیاد امیدی نمیبینم. همینه. ببینید راه خیلی روشنه. راه رو من نمیگم. ایران با این وضعیتی که داره حرکت میکنه، بله، همین بر آقای حسن روحانی هست، وارث به قول خودشون وضعیت ورشکسته است، همین سیاست ادامه پیدا کنه، ایران قطعا ورشکست میشه. دو دقیقه هم وقت داریم. بله. یعنی ایران... دو دقیقه ورشکست. بله بله. ایران قطعا ورشکست میشه اگر تحریم ها باقی بمانه. فقط یاد داشته باشیم که این رژیم روی درآمد نفت باقی مونده. هیچ گونه تولید داخلی که کشورهای دیگر با اون تولیدها در واقع بزرگ شدند، ژاپن، کره جنوبی، روی تولید صنعتی بزرگ شدند، اونها رو جمهوری اسلامی نه تنها نداره بلکه همه رو از بین برده. بنابراین رژیم جمهوری اسلامی با حرکت به این سویی که درش هست، به سوی ورشکستگی کامل خواهد رفت، به سوی یک انقلاب خواهد رفت، به سوی تغییرات خیلی بزرگ خواهد رفت. و من هیچ شکی ندارم که این رژیم از طریق راه مسالمت آمیز تغییر پیدا نخواهد کرد. خودش شرایطی رو الان داره ایجاد میکنه که مردم بر علیهش بلند بشوند و هر گاه گاهی من میبینم که روشن خوبی پیش بینی نمیکنه. نه نه مطلقا، گرچه بسیاری از روشنفکران ایرانی سعی میکنند که دلایلی بیارند که مردم رو به چیزی که خوب نیست خوشبین بکنند، یعنی در واقع یک آدم گرسنه را بگند که تو نخیر، تو گرسنه نیستی. نه، مردم ایران گرسنند، شرایط بسیار بد است و رژیم به سوی اضمحلال پیش میره. رژیم یک موضوع، کشور چی؟ کشور هم ببینید، رژیم شرایط کشور رو در واقع تعیین میکنه و هر قدر مردم فقیرتر بشن شرایط کشور به طور کلی بدتر میشه. بنابراین مردم، کشور، نظام، دین، همه اینها دچار مشکلات فوق العاده زیادی خواهند شد. که اتفاقا حال آخرین لحظه بگم، چند روز پیش با یکی ببقید. چت میکردم از مسجد سلیمان شما، من عکس های رو نشون دادم از سراوان، گفت این عکس ها عین شهر
شهر ماست، مسجد سلیمان، که گفتم در مرکز تولید نفت ایران درست مثل جاییست که دورترین قسمت ایران هست و عقب مانده ترین قسمت. بنابراین فرقی نمی کنه هر کجای ایران که باشه، با فقر و تنگ دستی بسیار بسیار شدید مردم روبرو خواهد شد. شهران جان، کمتر از یک دقیقه وقت داریم برای اطلاع بینندگان. شما به عنوان یک ایرانی تبار انگلیسی و عضو حزب کارگر، آیا امکان داره در انتخابات برای پارلمان انگلستان شرکت کنید و در صورت برنده شدن؟ نه، من متاسفانه این خیال رو کنار گذاشتم. نه، خیال رو بذارین کنار، من حرفم اینه که قانونا میتونین شرکت کنین. بله، البته که میتونم شرکت کنم. من در سال 2005 آماده بودم برای اینکه شرکت کنم در انتخابات مجلس، ولی متاسفانه بیمار شدم و نتونستم. و الان برای من میخواستم ببینیم قانونا میتونین یک شهروند ایرانی تبار انگلستان، بانوی بزرگوار خانم شهران طبری عزیز. سپاس بسیار داریم از شما خانم شهران طبری عزیز، همکار و دوست دیرینه. و سپاس بسیار از آقای رضا حسین‌بر. امیدواریم این بحث بسیار جالب در شماره‌های بعد ادامه پیدا کنه. حتما. با سپاس بسیار به پایان این برنامه تفسیر خبر می‌رسیم. پوزشی دوباره بابت اشکال داشتن صدای من ناشی از سرماخوردگی، امیدوارم تحمل کرده باشید، خواهید بخشید در این تابستون هوای متغیر لندن. به پایان برنامه میرسیم با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، تفتان، توچال، سند و سبلان و آسماری الوند کو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.